به نام خدا. سلام علیکم، بنده یوسفی هستم. بچه در این ویدیو میخوام سوالات درس مبانی منطق و نظریه مجموعه ها کنکور علوم کامپیوتر ارشد ورودی 99 رو پاسخ بدم. تعداد 20 تا سواله که انشالله سعی میکنم که اینا رو جواب بدم و یه درس رو هم یه مروری بکنم. قبل از اینکه شروع کنم یه مطلبی خدمتتون بگم. خب اونایی که حالا این درس رو مطالعه کردن بچه‌ها منابعش رو میشناسن. منبع کنکوری درست حسابی واسهش وجود نداره، خب، ولی منابع دانشگاهی هست که حتما بعضیاتون خوندید یا توی سایت‌های مختلف دیدید. توی سایت خودم هم معرفی کردم، ولی اونها یه مقداری خب سنگینه، شاید حتی بد نیست، ولی یه مقداری به نظر من نیاز هست که یه منبع کنکوری خوبم باشه. من توصیه‌ام واسه این درس اینه که شما از فیلم گسسته بنده که احتمالا همه تون دیدید چون درس ریاضیات گسسته هم دارید، مباحث منطق، مجموعه، تابع، رابطه، خاص و لطیس، جبر بول، این مباحث رو خوب یاد بگیرید. خب یعنی این مباحث دقیقا همون مباحثیه که قراره تو مبانی منطق و نظری مجموعه سوال بیاد. بعد حالا یه سری اصطلاحات و یه سری موارد ریزکاری هست که اضافه میشه به مبانی منطق و نظری مجموعه که من توی حل سوالا میگم. نتیجه این که فیلم گسسته بنده که میتونید از مؤسسه تهیه کنید، تلگرام به این آیدی اگه پیغام بدید یا با این شماره ها تماس بگیرید، 88-92-2915 را نماییتون میکنم. حل تستش هم خب خیلی خوبه، ولی میگم این مباحث از فیلم گسسته به علاوه حل سوالاتی که انشالله من توی این درس انجام میدم، یعنی قسم اینه که سوالات 93 اولین سالی بود که درس مبانی منطق و نظری مجموعه توی کنکور علوم مطرح شد، تا سال 99 رو انشالله حل کنم، در اختیارتون بذارم و هر جا لازم بود که مکمل بگم بر علاوه بر فیلمم، خب تو این فیلمام میگم و هم حل تست یاد میگیرید، یعنی مبتنی بر حل مسئله داریم کار میکنیم، همین که خب دیگه آموزش رو خیلی قوی یاد گرفتید. خب اینو سراغ سوالات بچه‌ها. سوال اولم میگه فرض کنید آ یک مجموعه ناتوهیه و آر و اس دو رابطه همعرضی روی آ باشن و آر منفی یک و اس منفی یک نیز به ترتیب رابطه های وارون اس و آر باشن. در این صورت کدام عبارت صحیحه؟ خب یه سوالی از بحث رابطه ها. اگه اهل گسسته باشد خب اونجا گفته شده. ولی من یادآوری کنم. بچه‌ها آر و اس رابطه همعرضی چیه؟ رابطه ایست که باستاب باشه و متقارن باشه و متعدی. رابطه باستاب چیه؟ باستاب اینه که یه رابطه فرض کنید بچه ها دارید، رابطه چی اصلا؟ یه سری زوج مرتبه روی مجموعه آی مثلا تعریف شده، رابطه یه زیر مجموعه ایست از آدو، نه؟ آ ضرب در آ. آ ضرب در آ چیه؟ خب ضرب دکارتی آ در آ شامل زوجای مرتبی که مؤلفه هاشون عضو آست. رابطه یه زیر مجموعه ای از این آدو، یعنی شامل یه سری زوج مرتبه. بعد این رابطه سه تا خاصیت اگه داشته باشه میگیم همعرضیه، باستابی باشه. باستاب یعنی که هر ایکسی که شما توی مجموعه آ ببینید ایکس با ایکس تو رابطه باشه، به این هره دقت کنید. متقارن باشه یعنی هر ایکس و وایی که شما توی مجموعه آ ببینید ایکس و وای اگه تو رابطه هم وای و ایکس هم تو رابطه باشه. متعدی باشه یعنی هر ایکس و وای و زدی که شما توی مجموعه ببینید، حالا ایکس وای زد ممکنه مساوی هم باشن، اگر ایکس با وای تو رابطه است وای با زد تو رابطه است، نتیجه بگیریم که ایکس با زد تو رابطه است. رابطه‌ای که این سه خاصیت رو داره بابا جون میگن رابطه همعرضیه. خیلی نکات حالا درسم که بخونید چیزای جالب‌تری می‌بینید. بعد حالا من تو درس میگم وقتی که یه رابطه باستا یه رابطه همعرضیه معکوسش هم همعرضیه. یادتون باشه معکوس همه خواص رو میگیره، یعنی آر اگه باستابه معکوس باستابه،
آر اگر متقارنه معکوس متقارنه، آر اگر متعدیه معکوس متعدیه. یه خاصیت دیگه داشتیم پاد تقارن، انتی سیمتریک. آر اگر انتی سیمتریکه معکوس هم انتی سیمتریکه. مکمل نه، معکوس. معکوس یعنی که زوج x و y توی رابطه رو بکنیم y و x. مکمل نه، مکمل اینه که x و y اگه تو رابطه هست کلا x و y رو حذفش کنیم، یعنی آدومن های آر کنیم، این میشه مکمل که اون خواص رو نمیگیره، بعضی ها رو میگیره مثل تقارن، بقیه رو نمیگیره. خدمتتون عرض کنم که بعد آر و اس بچه ها اگر یه خاصیتی داشته باشن اشتراکشون هم اون خاصیت رو داره، یعنی آر و اس باستاب باشن اشتراک باستاب، آر و اس متقارن باشن اشتراکشون متقارنه، متعدی باشن متعدیه، پاد متقارن باشن پاد متقارنه. اجتماع نه، اجتماع خواص متعدی و پاد متقارن رو نمیگیره، یعنی آر و اس باستاب باشن اجتماع باستابه، دقت روی مجموعه تعریف میشن. آر و اس اگر متقارن باشن اجتماعشون متقارنه، آر و اس اگر ولی متعدی باشن اجتماعشون لزوما نه. خیلی راحت آر مثلا زوج یک و دو تنها، اس زوج دو و یک تنها، تک تک اینا متعدی هن، پاد متقارن هم هستن، بذاری کنار هم اجتماع، نه متعدی هن دیگه نه پاد متقارن. خب با توجه به این حرف ها در ضمن تفاضل هم مسلما باستاب رو نمیگیره به خودش، آر و اس اگه باستاب باشن تفاضل بگیرید زوجای مؤلفه یکسان میپرن دیگه، میشه ضد باستاب. این سوال بچه ها خیلی واضحه که گزینه یک درسته دیگه، آر و اس اگر همارضی باشن، آر اشتراک اس همارضیه، اجتماعشون همارضیه نه، متعدیش مورد داره، معکوس اجتماع بازم نه، بازم متعدیش مورد داره، متعدی نمیاد. تفاضل نه، باستابش مورد داره، بقیهش خوبه، متعدیش هم بده، باستاب و متعدیش بده، یعنی که آرمن های اس تقارن داره ولی باستاب و متعدی نیست. باشه این سال کلید اولیش گزینه دو اعلام شده که خب مسلما غلطه، تو کلید نهایی حتما اصلاح شده، من کلید نهایی رو ندیدم ولی قطعا اصلاح شده. اشکال تایپی مثلا توی کلید ها ممکنه پیش بیاد تو کلید اولیه که اصلاح میشه، اگه انشالله کنکور دادید بعد دیدید که بعضی کلید ها احتمالا مشکل داره و خودتون خیلی بلدید البته کلید ها درست میشه. برم سال بعدی. سوال بعدی بچه ها میگه که جدول ارزش ها را برای این تشکیل داده ایم، چه تعداد یک در ستون آخر آن دیده می شود؟ بچه های نازنازی، این عبارت گزاره‌ای که نوشته 5 تا گزاره اتمی داره، P, Q, R, S, U. اگه بخوام واقعا جدولش رو بکشم 32 تا حالت داره، بعد ببینم 32 حالت چند تاش یک میشه، منطقی نیست اصلا. ولی اگه زرنگ باشم خب میگم نه، ترکیب شرطیه دیگه، به خودم کمی فکر میکنم، میگم که این بخواد یک بشه یا ترو بشه در واقع، من پس قراره بخوام ببینم که ایشون چند حالت ترو میشه، چند حالت یک میشه، ببینم حالتایی که یک میشه رو پیدا کنم، کاری نداره که. خب بچه ها یکی از مواقعی که حتی یکی نیست، حالا حالتی که ایشون اینا که این فرض ما سالان فرض این ترکیب شرطی اینم حکمه، حالت هایی که این ترو میشه، یکیش اینه که یو کلن یک باشه. بچه این یو اگه ترو باشه ترکیب شرطی میشناسن، ایکس آنگاه وای وقتی که این تروه کل قصه تروه، ولی اگر ایکس آنگاه وای ایشون فالس باشه، ایشون هم باید فالس باشه که کلش بشه ترو. یادمه فقط یه حالته که ایکس آنگاه وای فالسه، مقدم ترو تالی یعنی وای فالس باشه. خب بچه های یو اگر ترو باشه پ کیو آر اس هر چی باشن نتیجه تروه، کمی زرنگ باشم خود این میشه 16 تا حالت. پ کیو آر اس 4 تا گزاره اتمی هن، هر کدوم دو حالت دارن 16 تا. پس بچه ها من فعلا 16 تا حالت پیدا کردم که ایشون تروه، دقت کنید اینا وابستگی هم ندارن همشون اتمی هن. پس یو اگر یک باشه P, Q, R, S هر چی میخوان باشن، چون اینجا هر چی باشه مهم نی و کل این عبارت میشه ترو. این 16 تا حالت. خب حالت های دیگه، حالا حالت هایی رو بررسی کنم که U فالسه. خب بچه U اگر فالس باشه و این عبارت بخواد کلش ترو بشه، ایشون هم باید فالس باشه، چون ترو باشه که کلن فالس میشه.
حالا این بخواد فالس باشه باز ترکیب شرطیه. ترکیب شرطی کی فالسه؟ یه حالت فقط که ایشون ترو باشن و ایشون فالس باشن. باز آر آنگاه اس، من همیشه میرم سراغ جایی که حالت کمتر داره. آر آنگاه اس بخواد فالس باشه فقط یه حالت، آر ترو باشه اس فالس، این تکلیفش معلومه. اما پ آنگاه کیو بخواد ترو باشه سه حالت داره. پ آنگاه کیو بخواد ترو باشه یا صف صفره یا صفر یکه یا یک یک، تموم. پس بچه ها غیر از اون 16 تا حالت سه حالت دیگه وجود داره، چون تکلیف آر و اس و یو که معلوم شده، فقط پ و کیو هم که سه حالت ایجاد میکنن. پس به ازای این سه حالت که آر و اس و یو ثابت هم تو هر سه حالت، ما عبارتمون یک میشه. 16 تا هم قبلا داشتم، با این سه تا میشه 19 تا و میرم سوال بعدی. خب بچه ها سوال سوم یعنی 98 میگه که کدام یک از مجموعه های زیر شمارای نامتناهی است. من یه چند تا جمله بگم، یعنی یه مرور بکنم سریع بحث شماره رو که خیلی ساده و مهمه، بعد بیام سراغ حل سوال. خب بچه ها خود تعریف رو میشناسید نه؟ کلن مجموعه ها میتونم بگم دو نوع هم، مجموعه متناهی و نامتناهی. متناهی یعنی که تعداد عضواش یه عدد طبیعی باشه. من صفرم میگیرم طبیعی در ضمن. مجموعه‌ای که تعداد اعضاش یه عدد طبیعی یعنی n تا باشه، که n صفر یک دو الی آخره یه عدد طبیعی باشه، میگیم متناهی. نامتناهی خب مجموعه‌ای است که متناهی نباشه. به زبان غیر فنی بخوام بگم تعداد عضواش بی نهایت باشه. بعد این متناهی ها حتما شماران. شماره یعنی این که میشه اعضاشون رو شمرد، یا شمردن به چه معنی؟ میشه اعضاشون رو لیست کرد توی دنباله، مثلا حالا با دستی یا با یه برنامه کامپیوتری، که بشه فهمید که عدد اولش، دومش، سومش، مثلا که برسه صدامش کیه، اون برنامه به هم بگه صدامش کیه. شمارا. پس متناهی ها همه شماران. نامتناهی ها یا شماران یا ناشماران. شمارای نامتناهی که خیلی مهمه، و من به بعد اگه بگم شمارا احتمالا منظورم شمارای نامتناهیه، بشه لیست کرد اعضاشونو. معروفاش N Z Q، اعداد زوج، زوج مثبت 0 2 4 با اینشون میدن، فرد مثبت 1 3 5 اینا، اینا همه بچه‌ها شمارا هستن، یعنی اعضاشون رو اثبات میشه که میشه لیست کرد. یه معنی دیگه شماره اینه که اینا اصطلاحاً با هم همتوانن. کلا دو مجموعه رو بچه‌ها میگیم همتوان اگر تعداد اعضاشون مساوی باشه. تو متناهی ها که ساده است، مثلا یه مجموعه‌ای که 3 تا عضو داره، سیب گلابی مثلا خیار، یه مجموعه‌ای که 3 تا عضو داره، علی حسن تقی، این دوتا با هم همتوانن، تعداد اعضاشون مساویه. تعداد اعضا را هم میگیم کاردینالیتی. پس دوتا مجموعه همتوانن اگر کاردینالیتیشون که اینجوری نشون میدم یا اینجوری نشون میدم یا اینجوری نشون میدم با هم برابر باشه. خب مجموعه های شمارای نامتناهی با اینکه ظاهرا تعداد عضواشون انگار به نظر یکی نیست دیگه، مثلا n از z کمتر داره دیگه، n از صفر یک دو به بعد z، ولی اینا رو داره، منفی هم داره. در واقع میشه گفت که انگار n یه جزئی از z، و شاید آدم فکر کنه که جزء از کل همیشه کوچیک‌تره، ولی نه. آقای کانتور گفتن که اینجوری نیست، گفتن که اینا همشون با هم همتوانن. تعداد عضواشون، حالا بگم کلمه بدیه، یکیه ولی. خب پس معنی شمارا چی شد بچه‌ها؟ میشه لیست کرد. یه معنی دیگه بین اینا تناظر یک به یک میشه برقرار کرد، بین اینا تابع یک به یک پوشا میشه ساخت. مثلا بین N و Z تناظر یک به یک، یعنی تابع یک به یک و پوشا. بین N و Z میشه یه تابع درست کرد که هم یک به یک باشه هم پوشا. اگر دوتا مجموعه بینشون تناظر یک به یک برقرار باشد، یعنی تابع یک به یک و پوشا بتوان ساخت، آن دو مجموعه همتوان هستند. خب اینا که همتوانن، یا کلن هر مجموعه‌ای که با اینا همتوان باشه، اصطلاحا هم میگم کاردینالیتیش الف صفره، یه حرف عبریه، یهودیه. پس این بچه اینا با همه با هم همتوانن و
هر مجموعه ای که با اینا هم توان باشه یا به عبارتی شمارای نامتناهی باشه میگیم تعداد عضواش که حالا حرف جالبی نیست کاردینالیتیش مساویس با الف صفر. میشه گفت الف صفر اولین بی نهایت، کوچکترین بی نهایت. بچه ها ناشماره ها خب یه الف ندارن، ناشماره ها کوچکترینش آره یا پاورست بالایی هست، پاورست این شماره های نام، مثلا پاورست N، پاورست زد، کیو، ای، او، اینا فرقی با هم همش یکیه. پاورست مجموعه توانی یک مجموعه شمارای نامتناهی ناشماراست و همتوان میشه با آر. یا هر بازه ای از آر بگیریم، هر بازه ای توی آر، باز و بستش مهم نیست که آر از بی کمتره، اینا همه همتوانن. یا اعداد گنگ، اعداد گنگ، اینا همه بچه ها همتوانن، همشون ناشماران، یعنی نمیشه لیستشون کرد، اثبات کرده آقای کانتور که اینا رو نمیشه لیست کرد و اینا کاردینالیتیشون میشه الف یک. و این ناشماره ها فقط اینو ندارن، ناشماره ها کاردینالیتی الف دو دارن، یعنی یه بی نهایت گنده تر از الف یک. کیه؟ پاورست اینا. بچه ها از هر مجموعه شما پاورست بگیرید یه درجه میری بالا، همیشه تعداد اعضای آ از تعداد اعضای پاورستش کوچیک‌تره، کاردینالیتیش کمتره، چه مجموعه آ متناهی باشه چه نامتناهی. بچه ها پاورست آر، مثلا حالا بگم پاورست پاورست ان، این کاردینالیتیش میشه الف دو که از الف یک گنده تره. بعد به همین ترتیب الف سه پاورست 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 ان و الاخر. پس ما یه عالم ناشمارای نامتناهی، حتی کلمه دیگه نامتناهی رو نگو دیگه، ناشمارا نامتناهی حتما. پس بچه اگه من بخوام مثلا یک کلاس بندی بکنم کاردینالیتی ها رو، به این کاردینالیتی ها عدد اصلی هم میگن. ما عدد اصلی صفر داریم، تعداد اعضای مجموعه توهی، عدد اصلی یک، تعداد اعضای مجموعه عضوی، عدد اصلی دو، تعداد اعضای مجموعه دو عضوی، تعداد اعضای مجموعه ان عضوی. برسن به الف صفر. تا قبل الف صفر اینا چی هم بچه ها؟ اعداد اصلی متناهی محسوب میشن. الف صفر اولین عدد اصلی نامتناهی، حالا از این به بعد دیگه میشه نامتناهی. الف صفر شماراست، مال شماره هاست، ولی من بعد دیگه میشن ناشماره ها. ناشماره ها اولیش میشه الف یک، بعدیش میشه الف دو، بعدیش میشه الف سه و این الاخر شمارات از اینا وجود داره. البته یه اصل به اسم پیوستار که ایشون میگه که ما فرض میکنیم که بین الف صفر و الف یک الف دیگری نیست. این فرضه، هنوز نه اثبات شده نه رد شده، بعیدم هست که اصلا ایشون اثبات بشن. یه فرضی است بین الف صفر و الف یک. این بحثا فلسفی است، توش مذهب و فلسفه و اینا هم بیرون اومده، میشه بیرون تحقیق کنه، چیزای جالبی توش در اومده. خیلی هم خول شدن سر این قضايا، خود آقای کانتور مثلا سر همین فرض پیوستار بیچاره خول شد دیگه. خب داشتم پس بچه ها میگفتم که پاورست رو فهمیدم. پس یه چند تا نکته دیگه بگم. اگر آ شمارای نامتناهی باشد، آ ضرب در آ، آ ضرب در آ ضرب در آ الاخر شمارای نامتناهی است. اگر آ و بی، اینا اثباتاشو میتونید تو منابع ببینید، حالا من ممکنه گاهن اثباتم بکنم. اگر آ و بی شمارای نامتناهی باشد، آ ضرب در بی شمارای یعنی میخوام بگم ضرب دکارتی دو مجموعه شمارا شماراست. ضرب دکارتی دو مجموعه، حالا نامتناهی هم نبود، متناهی ها که معلومه، اون اصلا بحث نمی کنم، نامتناهی مهمه دارم بحث می کنم. اگر آ و بی شمارا باشن، متناهی نامتناهی دیگه، حالا کلمه نامتناهی، آ اجتماع بی شماراست، پس اجتماع دو مجموعه شمارا شماراست. اگر نمیدونم آ یک، آ دو، آ سه الاخر شمارا تا مجموعه شمارا باشند، یعنی تعداد اینا جوری باشه که بشه لیست کرد، شمارا تا مجموعه شمارا باشند، آ یک اجتماع آ دو اجتماع آ سه الاخر شماراست. پس اجتماع شمارا تا مجموعه شمارا شماراست. ببخشید. خب یه چند تا نکته مهم دیگه بگم. بچه همطور که بالا فهمیدید تعداد کل
زیر مجموعه های N، حالا یا کیو یا ملتی که با N هم توانند، یعنی شماره های نامتناهی، تعداد کل زیر مجموعه های این یعنی همون پاور ست N دیگه، نه؟ خب ناشماراست دیگه، همه زیر مجموعه ها میشه همون پاور ست، یعنی مجموعه همه زیر مجموعه. ولی بچه ها تعداده، یا یه جور دیگه بگم، ریاضیش درست در علاقه کم، بهتر بگم مجموعه همه زیر مجموعه های N، یعنی همون پاور ست N ناشماراست. ولی بچه ها مجموعه همه زیر مجموعه های متناهی N یا کیو یا ملتی که با N همتوانن شماراست. بچه ها مجموعه همه زیر مجموعه های متناهی N شماراست. خیلی راحت میتونم اثبات کنم اینو به چند روش. مثلا یه روش رو میگم. بی بچه ها زیر مجموعه های متناهی N یا زیر مجموعه های صفر عضوی هن یا یک عضوی هن یا زیر مجموعه های دو عضوی هن یا سه عضوی هن یا الاخر. خب زیر مجموعه های صفر عضوی که تعدادش یه دونه است. زیر مجموعه های N یک عضوی تعدادش همون تعداد N. تعداد N دیگه. یک عضوی ها در واقع همتوان با خود N هم دیگه، انگار یه عضوی عضو ما بردار توی یه آکولات بذار. بچه ها دو عضوی ها میشه گفت که تعدادشون N2 حدودن، N در N، ضرب دکارتی N در N، دو عضوی ها تازه کمتر از N2، چون که دو عضوی ها توشون جا به جایی مطرح، مثلا زوج، مثلا جفت زیر مجموعه یک و دو با دو و یک یکیه، اما N2 هم یک و دو رو داره هم دو و یک، یعنی دو عضوی ها کوچکتر مساوی N2 هن. و چون و بزرگتر مساوی N هن، انگار اینجوری بگم دو عضوی ها از N تعدادشون انگار بیشتر مساویه از N2، دارم زبان ساده میگم کمتر مساوی، پس تعدادشون هم الف صفره، باز چون هم N الف صفره، این الف صفره، این هم الف صفره، ضرب دکارتی دوتا الف صفر میشه الف صفر، دوتا مجموعی که الف صفرن، همین ترتیب. بچه ها سه عضوی ها تعدادشون کمتر مساوی N3، پس الف صفره. خب اینا چی هم بچه ها؟ اینا اجتماع شمارات تا مجموعه شماران. شمارات تا مجموعه شماران. چون همه شون متناهی هن دیگه، اینا زیر مجموعه های متناهی هن. پس بچه یادتون باشه مجموعه همه زیر مجموعه های متناهی N، اینو نماینده میگیرن شماراست. یعنی کاردینالیتیش الف صفر میشه. یه نتیجه دیگه بنویسم. مجموعه همه زیر مجموعه های نامتناهی N یا بقیه ملت ناشماراست. مثلا نامتناهی ها رو اگر انتخاب کنیم ناشماراست. باز علتش اینه که اگر A رو بگیریم مجموعه زیر مجموعه های متناهی از N، اون وقت A بار میشه مجموعه زیر مجموعه های نامتناهی. اون وقت اجتماعی اینا کلا میشه پاور ست N. اجتماعی اینا میشه پاور ست N دیگه. همه زیر مجموعه. این بچه ها میدونم که الف یکه. اینم میدونم که الف صفره. خب این حتما الف یکه که اجتماعشون شده الف یک. چند تا نکته بگم. عملیات روی کاردینال ها رو بگم. روی اعداد اصلی. ببینید بچه های عزیز. اگر آلفا و بتا دوتا کاردینال باشن، دوتا عدد اصلی باشن، جمعشون آیا معنی داره اصلا؟ یعنی آیا جمعشون خوش تعریفه؟ بله خوش تعریفه. چون جمعشون یعنی چی؟ در واقع یعنی اجتماع دوتا مجموعهی که آلفا و بتا کاردینالیتیشونن. مثلا 3 به علاوه 4 معنیش اینه که یه مجموعه دارم 3 عضوی، یه مجموعه دارم 4 عضوی، اشتراکی هم با هم ندارن. اجتماعشون میشه 7 عضوی. بس اعداد اصلی جمعشون معنی داره. حالا یه مجموعه دارم آلفا عضوی، یا بهتره بگم که عدد اصلیش آلفا، کاردش آلفا، یه مجموعه دارم کاردش بتا، اشتراک ندارن. اجتماعشون خب تعداد اعضاش میشه یا کاردش میشه آلفا به علاوه یه بتا. حالا بچه آلفا صفر به علاوه 2 یعنی چی؟ یه مجموعه دارم کاردینالیتیش الف صفره،
یه مجموعه دیگه دارم کاردینالیتیش دوه، مثلا مجموعه N با مجموعه سیب و گلابی. اینا رو اجتماعشون میخوام بگیرم، اشتراکم ندارم. خب اجتماعشون بگیرم میشه همون الف صفر دیگه، موافقید؟ سیب و گلابی رو بچه اول مجموعه N بذار، خب با N هم توانه، تناظر یک به یک بینشون هست. مثلا N صفرشو بده به سیب، یکشو بده به گلابی، دوشو بده به صفر، سه به یک الاخر. میفهمی چی میگم؟ خب ببخشید بچه ها. پس کاردینال ها یا عدد اصلی جمعشون خوش تعریفه و چند تای دیگه بمیسم، الف صفر علاوه الف صفر بچه ها معنیش میشه دوتا مجموعه ای که کاردشون الف صفره با هم اجتماع بگیریم و اشتراک هم ندارن، مثل مجموعه اعداد زوج و فرد. خب مطمئن موافق باشید میشه الف صفر بازن. حالا الف صفر علاوه الف یک یعنی دوتا مجموعه ای که یکی کاردش الف صفر یکی الف یکه با هم اجتماع بگیریم، مثلا بازه صفر و یک اجتماعش با اعداد مثلا بازه باز صفر و یک اجتماعش با خود N، اون وقت یه مجموعه به دست میاد که موافق باشید الف یک کاردش، چون که ناشمار است اون بازه صفر و یک بده دیگه. خیلی حرفای قشنگی میشه زد و فکر کنی معلومه کلا بچا جمع آلفا با الف صفر. خب اگر آلفا کارد یک مجموعه نامتناهی باشه میشه آلفا. حالا این آلفا کم کمش الف صفر دیگه، میشه الف صفر. الف یک میشه الف یک، الف دو باشه میشه الف دو. حل. خب چند تایی دیگه بگم از این خواص، یعنی عملیات روی اعداد اصلی. مثلا الف صفر بچه ها ضرب در الف صفر معنیش میشه دوتا مجموعه که عدد اصلیشون الف صفره با هم ضرب دکارتی شدن، مثل N و N. خب نتیجهش موافق باشید میشه الف صفر باز، چون N ضرب در N که میشه N دو با N هم توانه. الف صفر ضرب در الف یک موافق باشید میشه الف یک. دوتا مجموعه یکیشون N یکیشون بازه مثلا صفر و یک، نتیجه میشه بازه صفر و یک، ضرب دکارتی شدن. یا حتی میتونم قشنگترم بگم، اینو نمیتونم خیلی قشنگتر بگم. یه مجموعه در نظر بگیرید، مجموعه Z. آ رو بگیرید Z. بسه آ چلو بمیسه. مجموعه Z. آره چه جالبی داریم. بچه ها مجموعه Z ضرب دکارتیش با 0 و 1. بازه 0 و 1 از اعداد حقیقی. من ثابت میکنم بچه ها این همتوانه با آره. چجور ثابت میکنم؟ فکر کن بچه ها Z ضرب دکارتیش در بازه 0 و 1. من میگم آقا این همتوانه با آره. خیلی راحت میگم یه تابع میتونم پیدا کنم بین اینا که این تابع یک به یک و پوشا باشد. چجوری؟ میگم هر عدد R مگه چه شکلیه؟ بچه ها هر عدد R یه قسمت صحیح داره، مثلا هر Xی که عضو آره یه قسمت صحیح داره و یه قسمت اعشاری داره. این قسمت صحیح x، این قسمت اعشاریش. راست میگم؟ حالا میشه حدودا درست، نه درست میگم دیگه، یعنی مثلا 2.5 عضو آره، خب یه 2 داره، یکی هم 2 منهای 2.5 منهای 2 کنیم. یکی ممکنه بگه منفی ها چی؟ میگم خب مثلا منفی 3.5 جزء صحیحش میشه منفی 4، این قسمتش هم منفی 4، منفی 3.5 منهای منفی 4 میشه نیم، که راست نداره. یه جوری که اون قسمت اعشارش مثبت بشه. پس بچه ها هر عدد رو میشه دو تیکه در نظر گرفت، عدد عضو رو، یه تیکه صحیح یه تیکه اعشار، که این تیکه اعشار بین 0 و 1 و این تیکه صحیح عضو زده. حل شد دیگه. پس این تابعی که من دارم میگم کافیه بیام هر عددی، هر زوج مرتبی رو به یه عدد بدم، مثلا زوج مرتب 1 و 2/10 رو بدم به 1 و 2/10. دقیقا تناظر یک به یک داره. شما هر عددی تو R در نظر بگیری حتما یه زوج مرتبی اینجا وجود داره که نظیر بشه با اون. اون زوج مرتب کیه؟ اون زوج مرتب قسمت صحیح اون عدده و قسمت اعشارش، جزء صحیحش اعشارش. پس چون تناظر یک به یک وجود داره، تناظر یک به یک بین این و این، پس این دوتا مجموعه همتوانن و میدونیم که R الف یکه، پس اینم الف یکه.
حالا این از طرفی چیه بچه؟ این در واقع هستش الف صفر ضرب در الف یک. پس الف صفر ضرب در الف یک میشه الف یک. خب بچه ها خیلی حرفای قشنگتری هم میشه زد. مثلا دو به توان الف صفر ضرب در خود الف صفر. خب این در واقع میشه الف یکه، چون دو به توان الف صفر میشه الف یک دیگه، پاور ست n مثلا ضرب در الف صفر میشه الف یک. یه چیز جالبی هم بگم که دو به توان آلفای ضرب در دو به توان بتا مساوی است با دو به توان آلفای به علاوه بتا. مثلا دو به توان الف صفر ضرب در دو به توان الف صفر، اولا معنیش چیه؟ معنیش مثلا r ضرب در r، ضرب دکارتی r ضرب در r میشه الف یک در الف یک میشه الف یک. یه جور دیگه هم میشه گفت دو به توان الف صفر ضرب در دو به توان الف صفر میشه دو به توان الف صفر به علاوه الف صفر میشه دو به توان الف صفر میشه الف یک. یه سوال بپرسم برم سراغ حل سوالات. بچه ها مجموعه همه توابع f از r به n الف f از r به n b g از n به r g h از r به r دال k از n به n، مجموعه هر کدوم از این دسته ها دار عدد اصلی چون چند؟ عدد اصلی چند؟ بچه ها منظورم اینه که همه توابع مجموعه، فکر کن یه مجموعه همه توابع این شکلی، همه توابعی که از r به n تعریف شدن همه رو بذار توی مجموعه، این مجموعه عدد اصلیش بگو چنده، کاردینالیتیش چنده، یه با هم فکر کن. یه چیزی بچه ها بلدیم و اون این که تعداد توابع از a به b، تعداد توابع از a به b برابر است با تعداد اعضای b به توان a. پس همه توابع از r به n تعدادشون میشه تعداد n به توان تعداد r، کارد n به توان کاردار، تعداد این توابع انقدره، یعنی اون مجموعه‌ای که این توابع توشن انقدر عضو داره انگار. حالا اینو ببینیم چیه. تعداد n الف صفر، تعداد n الف یک. خب الف صفر ضرب به توان الف یک یعنی چی؟ باشه جالب ببینید که این فرقی با دو به توان الف یک نداره. الف صفر به توان الف یک، برو فکر کن، دو به توان الف یک یه عدد ثابت به توان الف یک، دو به توان الف یک موافقت میشه الف دو؟ دو به توان الف یک انگار یعنی پاور ست آر، پاور ست یک بند خدایی که الف یکه، خب میشه الف دو. پس این کاردش الف دوه، زیاد بیشتر از الف یک. این چطور؟ این بچه ها کاردینالیتیش میشه الف یک، مجموعه دوم الف یک به توان مجموعه اول آر به توان ان به توان الف صفر. الف یک به توان الف صفر انگار مثل این میمونه که الف یک ضرب در الف یک ضرب در الف یک، اینجوری انگار مثلا شمارات ها شمارات ها شمارات ها الف یک رو تو هم ضرب کرده باشیم، شمارات ها الف یک تو هم ضرب بشه مثل دوتا میمونه، دوتا الف یک انگار تو هم ضرب شده و ضرب دکارتی الف یک تو الف یک میشه خود الف یک. این بچه ها میشه الف یک به توان الف یک. خب اینو چطور بررسی کنم؟ میتونم اینجوری بگم که اینو یه توجیه دیگه هم واسهش دارم بگم، اینم جالبه، شاید این توجیه اولم بچه ها واسه تون منطقی نبود. توجیه دوم اینه که الف یک رو جاش بذار دو به توان الف صفر، ابتدا داره که الف یک دو به توان الف صفره هر جا دیدی، بعد این به توان الف صفر هم داره، بعد دو به توان الف صفر ضرب در الف صفر میشه دو به توان خود الف صفر که میشه الف یک. باشه الف یک به توان الف یک، الف یک دو به توان الف صفر به توان الف یک، جای این الف یک پایین گذاشتم، این میشه دو به توان الف صفر الف یک ضرب الف صفر الف یک میشه الف یک، دو به توان الف یک میشه الف دو و بالاخره آخری بچه ها میشه الف صفر به توان الف صفر که انگار مثلا دو به توان الف صفر که این بچه ها میشه الف یک. یعنی از این چارت ها ب و دال با هم هم توانن، الف و جیم هم با هم هم توانن. خب من برم سراغ تستام، باز اگه لازم بود نکات بیشتری میگم. باشه سوال گفته بود که
کدام یک از این مجموعه ها شمارای نامتناهی هست؟ مجموعه همه دنباله های متناهی از اعداد گویا. در واقع یه جوری همون زیر مجموعه های متناهی میشه از اعداد گویا. یکیه، فرقی نداره. که صحبت کردیم با هم الان که ایشون شماراست. پس این درست. بقیه رو بخونم. مجموعه همه دنباله های اعداد طبیعی. یه جوری همون پاور ست اینه. ناشماراست. مجموعه همه دنباله های ثابت از اعداد حقیقی. دنباله های ثابت اگر منظورش همون متناهیه که این هماندازه با خود آره. هماندازه با خود آره. چون متناهیه با خود. اگر همه دنباله های از آر بود که میشد یه لول بالاتر از آر. الف دو میشد. ولی خود آره. خود آره به هر حال چیزه. ناشماراست. مجموعه همه دنباله های دودویی متشکل از اعداد 0 و 1. چون باز نامتناهیه یعنی متناهی نیست. تو همه دنباله های دودویی. همه دنباله های دودویی خب همشون متناهیاش خوبه. اگه میگفت همه دنباله های متناهی از 0 و 1 این شمارا بود. ولی همه دنباله های دودویی از 0 و 1 ناشماراست. اثباتش هم کاری نداره. اثبات قطری کانتور. اصلا فرض کنید یکی ادعا کرده که همینجا سری اثباتش رو ببین. یکی ادعا کرده نه بابا جون شماراست. میگم چرا؟ میگه خب من میتونم با n نظیرش کنم. چجوری؟ میگه خب اعداد n 0 1 2 3 4 الی آخره دیگه. میگم آره. میگه هر رشته ای رو با 0 1 نسبت میدم به یکی از اینا. مثلا 0 1 0 0 1 0 0 رو نسبت میدم به این. میگم آقا رشته بعدیم هست 1 0 1 1 0. میگه تو از کجا میدونی که خب این رشته ها به من میگه که همه رشته ها نیست. میگه من به ازای هر کدوم از این عددا یه رشته نظیر میکنم. یک یک صفر صفر یک یک الاخ. بعدشون میگه خب من هرچی رشته تو ذهنت هست خب میتونم بنویسم. من میگم نه. چجوری؟ میگم حداقل یه رشته ای وجود داره تو این لیست شما نیست. اون رشته اینه. اون رشته بچه ها اولین بیت اولی رو نگاه کن هرچی هست مخالفش رو می‌نویسم یک. دومین بیت بعدی صفر یک. سومین بیت بعدی صفر یک. چهارمین بیت بعدی یک صفر. یعنی یه عددی دارم می‌سازم خب که این عدد با عددی که اینجا نوشتی فرق داره چون اولین بیتش فرق داره. این رشته با دومین عدد با ایشون فرق داره چون دومین بیتش فرق داره. با بعدی بچه ها فرق داره چون سومین بیت با عدد با هر عددی تو این لیست فرق داره ایشون. مثلا با عدد هزارم این لیست فرق داره چون بیت هزارمش فرق داره. پس یه رشته ای وجود دارد که در این لیست نیست. این اثبات قطری کانتوره. همه دنباله های با صفر و یک ناشماراست. متناهیاش رو اگه میگفت شماراست. بچه این سوال میشه سوال گزینه یک. میرم سوال بعدی. خب بچه ها سوال بعدی میگه فرق کنه زد مجموعه اعداد صحیح. اوکی. آنگاه مجموعه زیر مجموعه های متناهی زد. سوال تکراره. شماراست. خود زده. زیر مجموعه های متناهی اثبات کردم. خود زده. ناشماراست؟ نه. همتوان با زده؟ بله. همتوان با مجموعه های زیر مجموعه های n نه. مجموعه زیر مجموعه های n یعنی پاور ست n الف یک میشه. یک مجموعه همتوان با مجموعه زیر مجموعه های نامتناهی زده نه. اونم الف یکه. نامتناهی 99 گزینه 2. خب بچهای نازن عزیز سال بعدی میگه که گزاره های زیر رو در نظر بگیر. میگم چشم بابا شون. تی آ یعنی x دارای دوم است. تیل آ بی ضرب در وای یعنی ایکس وای را گاز میگیرد. بی نیست پس اشتباه نوشته. بی ایکس وای این باید بی ایکس و وای باشه احتمالا یا بی وای و ایکس باشه. این اشتباه نوشته. این اشتباه. این باید باشه بی ایکس و وای یا بی وای و ایکس. حالا من بخونم بعد میفهمم. ایکس وای را گاز میگیرد. مثلا من تا حالا حل نکردم اینا رو. خب داریم با هم فکر میکنیم. ال ایکس وای را دوست دارد.
ولی این بیش خوب بود، بایت از کلمه گاز گرفتن میاد، ولی این اله همطوری نوشته. ایکس یه گربه است، یه ایکس کت، ایکس یک داگ است، سگ. میگه در این صورت ترجمه فارسی گزاره زیر به صورت کدام یکی از گزینه های زیر میباشد؟ عالم سخن خودم باید تشخیص بدم. وجود دارد ایکسی که اون ایکس گربه است و بس وجود دارد گربه ای ها. در ضمن چون سوره وجودیه، یارو اینجا اند آورده، ترکیب عطفی که خوب کاری کرده با سوره وجودی، وقتی که جمله فارسی جمله میخواد بمیسته خوبه که عطف بیاره. وجود دارد ایکسی که ایکس گربه است، پس وجود دارد گربه ای موجود است، تا اینجا میشه گفت و میشه گفت که ها و که هر وایی یعنی تمام وای ها، همه وای ها، که وای ها سگن یعنی همه سگ ها، پس وجود دارد گربه ای که همه سگ ها، چون ترکیه چون سوره عمومی آورده اینجا و آورده که خوب کاری کرده. اولویت ها هم در نظر بگیرم، چون پرانتز به تعداد کافی نذاشته، ترکیب عطفی اولویتش بیشتره، اینجا هم اولویتش اینجوریه. خب وجود دارد گربه ای، خب از اول بگم بچه ها، وجود دارد گربه ای که تمام سگ هایی که دم ندارن، تمام ایگرگ هایی که سگن و دم ندارن، بر ایگرگ ها سگن و نات تی وای دم ندارن، آنگاه حالا من نمیدونم اینو باید چجور، بی ایکس و وای اگه باشه، اینجا نوشته بی وای و ایکس، پس اینجا بود ایکس وای رو گاز میگیره، اینجا بگم وای ایکس رو گاز میگیره، و اون سگایی که دم ندارن، خب اون سگایی که دم ندارن اون گربه رو گاز میگیرن، و اینجا بود ال ایکس و وای، گفت ایکس وای رو دوست داره، اینجا ال وای ایکس نوشته که یعنی وای ایکس رو دوست داره، نات گذاشته وای ایکس رو دوست نداره، و اون سگه و اون سگا گربه رو دوست ندارن. چی شد؟ وجود دارد گربه ای که تمام سگهایی که دم ندارن گازش میگیرن و دوستش ندارن. خوب شد؟ بله. پس وجود دارد گربه ای که تمام سگ هایی که دم ندارن، آنگاه اون سگا اون گربه رو گاز میگیرن، بایت وای ایکس نوشته، پس اینجا ایکس وای درست بوده، گاز میگیرن و اون سگا اون گربه رو دوست ندارن. یک گربه ای موجود است که تمام سگ هایی که دم ندارن، تا اینجا خوبه، آن را گاز میگیرن، یعنی اون سگا اون گربه رو گاز میگیرن و دوستش ندارن. خوب گفت. دو گربه ای موجود است که تمام سگ های بی دم، تا اینجا خوبه، تمام سگایی که دم ندارن که آن را گاز میگیرند، آن گربه را دوست ندارن. بده انگار این سگای بیدم اینو آورد کنار این نوشته، انگار سگای بیدمی که آن را گاز میگیرند دوستش ندارن، در صورتی که وجود دارد گربه ای که همه سگایی که دم ندارن، همه سگایی که دم ندارن آنگاه گازش میگیرند و دوستش ندارن، گازش میگیرند و دوستش ندارن. وجود یک گربه مستلزم این است که تمام سگهایی که دم ندارن اون گربه رو دوست نداشته باشن، که دیگه جمله کلن بی ربط شد. چارم که حتما گربه موجود است که اگر سگی ندی آن گربه رو گاز بگیره و آن رو دوست نداشته باشه، آنگاه آن سگ بیدم، انگار ترکیب شرطی رو یه جوری برعکس کرد و گفت. کلن ترجمه عبارات سوری که منطق مرتبه اول دیگه دن سور داره کار سختیه، از گزینه ها باید کمک بگیریم، از گزینه ها باید کمک بگیریم. خب بچه ها، سوال بعدی میگه تعداد گزاره های ناهم ارز که تنها شامل پی یک پی دو پی سه باشد و از نماد منطقی دو شرطی استفاده شود کدام است؟ سوال جالبیه. خب یکم مجبورم ذهنم رو کار بندازم. بچه ها گزاره هایی که ناهم ارز با این ستا درست شده، یه مدلش اینه که از این ستا دوتا متفاوتش رو بردارم ترکیب دو شرطی بزنم، یعنی پی یک دو شرط پی دو، در ضمن ترکیب دو شرطی جا به جا کنی
بازم هم ارز باهاش، پی یک دو شرط پی دو فرقی با پی دو دو شرط پی یک نداره، خاصیت جابجایی داره. پی یک دو شرط پی سه، پی دو دو شرط پی سه. خب این سه تا الان یا حالت هم که سه تاشو با هم ترکیب دو شرطی بزنن، بازم جابجایی داره و شرکت پذیر، یعنی پرانتز هر جا بذاری واسهش فرقی نداره. ترکیب دو شرطی هم جابجایی دارد هم شرکت پذیری. پس این ستا رو جایگش بزنی یا پرانتز رو هر جا بذاری، نتیجه با این یکی. تا اینجا چهار تا. یه مدل اینه که هر گزاره ای رو با خودش ترکیب دو شرطی بزنم، ولی هم ارز میشه دیگه. مثلا پ دو دو شرط پ دو، این بچه ها هم ارزه. الان چی میشه؟ میشه ترو، نه؟ ترکیب دو شرطی یک گزاره با خودش، چون میشه اینجوری فکر کرد که گزاره با خودش هم ارزه، دو شرطی یعنی هم ارز. در واقع سوال اینه که آیا پی یک با پی یک یکیست؟ هم ارزش هست؟ بله. یا جفت فالسن یا جفت ترو. بس این تاتولوژیه، اینم تاتولوژی، اینم تاتولوژیه دیگه. یعنی اینا رو نشمارم دیگه، اینا رو نشمارم چون گفته ناهم ارز. یه مدل هم اینه که من بیام ستا از اینا رو، ستا یکسان رو، صفحه دیگه خراب شد نوشتم، سه تا یکسان رو با هم ترکیب دو شرطی بزنم که حالا پی یک با پی دو و پی سش فرق نداره، نتیجه چی میشه؟ این میشه ترو. بعد این ترو در واقع آچار فرق داره، ترو دو شرط با پی یک میشه پی یک، پس واسه بقیه فرق داره. یعنی پی دو پی دو پی دو نتیجهش میشه پی دو. راست میگم، پی یک ترو باشه ترو میشه، فالس باشه فالس میشه. بعد اینجا هم پی سه دو شرط پی سه دو شرط پی سه نتیجهش میشه پی سه. حالا هرچی نوشتم متفاوته، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. اگه بخوام اینجوری فکر کنم این حالت چی؟ پی یک دو شرط پی یک دو شرط پی دو، این همرز میشه با بقیه. بعد یعنی دو تا یکسان بگیرم یکی متفاوت، این میشه ترو، ترو با پی دو میده پی دو. بله که اینجا هستش. پس اینو نشمارم. چه جالب شد. پس سه نفر، دو تاش یکسان که تکرار میشه، سه تاش یکسان، شمردم همه متفاوت شمردم، همین است. همین است. اینو ادامه بدم بچه بگم خب مثلا پی یک پی یک پی یک دو شرط پی یک دو شرط پی دو دو شرط پی دو با یکی از نا یکسان میشه. مثلا پی یک دو شرط پی یک دو شرط پی دو دو شرط پی دو ترو میشه آخرش، با این یکسان میشه، ترو رو شمردم. خب جالب بود، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. شاید منطق قشنگتری هم داشته باشید واسش. گزینه دو درسته. میرم سال بعدی. باشه سال بعدی میگه اگر آلفا بتا گاما اعداد اصلی یا کاردینال باشن، اون وقت بگید اینا کدومش درسته. باشه این روابط رو حالا اگه میتونید بهش فکر کنید دمتون گرم، اگه نه راحت بیاید مثال بیارید و تو مثالاتون سعی کنید که الفا باشن. اینا اکثرشون، خب تمام اینا، حالا یا اکثر چیزایی که می نویسن واسه متناهی ها درستن. مثلا تو اعداد متناهی اگه آلفا کمتر از بتاه، خب اون وقت طرفین رو با هرچی جمع کنید درسته دیگه، با یه چیز مشخص و ثابت. ولی واسه الفا بیاید مثال بزنید. اینو بچه من راحت رد می کنم. مثلا آلفا رو بگیرید یه کاردینال متناهی، بتا رو هم بگیرید یه کاردینال متناهی که از آلفا بیشتره، گاما رو بچه ها بگیرید یه کاردینالی که الفیه، مثلا الف صفر. اون وقت کاردینال دو از سه کمتره، عدد اصلی دو از سه کمتره، ولی آیا دو با الف صفر جمع بشه کمتر از سه با الف صفره؟ ایشون داره میگه دو به علاوه الف صفر میشه الف صفر، سه به علاوه الف صفر هم میشه الف صفر. خب نه، من یک رد کردم، یکی غلطه. دومی بچه هم میگه آلفا اگر کمتر از بتاه، آیا گاما به توان آلفا گاما به توان بتا هم اینجوری، همین مثاله، دو از سه کمتره، خب آلفا از بتا کمتره، بعد گاما یعنی الف صفر به توان دو، آیا از الف صفر به توان سه کمتره؟ نه، الف صفر به توان دو یعنی الف صفر ضرب در الف صفر میشه خود الف صفر، به توان سه میشه الف صفر، شمارات الف صفر رو تو هم ضرب کنی میشه الف صفر. نه، این الف صفر از الف صفر کمتر نیست. چهارمی هم بچه ها با همین مثال رد میشه،
دو از سه کمتره؟ آیا دو به توان الف صفر کمتر از سه به توان الف صفر؟ نه، این میشه الف یک، این هم میشه الف یک. کلن هر عددی متناهی به توان الف صفر یا حتی خود الف صفر به توان الف صفر میشه الف صفر. این هم رد شد. ولی بچه این دیگه معلومه دیگه که درسته. ضرب دوتا عدد اصلی یک بشه چاره ای نیست جز این که جفتشون یک باشه. در واقع ضرب دو عدد اصلی یک شده یعنی که دوتا مجموعه داشتم ضرب دکارتیشون یه عضو داره. فقط یه حالت وجود داره که ضرب دکارتی دو مجموعه یه عضو یا یه زوج داشته باشه و اون اینه که دوتا مجموعه خودشون تک عضوی باشن، هر دو تک عضوی باشن، هر دو 100% هر دو. پس به اینا فکر کنید. پس این سوال با مزه‌ام گزینه 3. خب بچه‌ها سوال بعدی میگه که من توی این ویدیو سعی میکنم 10 تای اول رو حل کنم، ویدیو طولانی نشه و این 10 تای اول رو هم احتمالاً تصمیم دارم که رایگان بذارم توی آفارات، ولی مابقی شد دیگه حالا باید انشالله تهیه بفرمایید و این کار رو اگه علوم کامپیوتر میخواید بدید که اینا خیلی خوبه. یعنی چیزی که میگم خوبه چون خودم فهمیدم چه خبره. من دیدم بعضی جاها متوجه نشدن چه خبره. خیلی این هستی که آدم تا خودش نفهمه چیه نمیتونه انتقال بده. سوال بعدی بچه میگه نقیض این گزاره کدام است؟ خب نقیضم که خوراکه دیگه. نقیض و نقیض بچه ها همطور که باز میدونید من یه رنگ خوب بردارم. سور عمومی بچه ها سورها جلوشون یا دو نقطه باید بذاریم یا پرانتز یا براکت، چون که اولویت سور بالاست. نظری سوره میچسه به اولین جمله‌ای که نوشتیم. سور عمومی بخوای نقیضش کنی نقیض رو بکنی تو بکنی تو میشه وجودی، اون گزاره پی ایکس هم نقیض میشه. علتش هم واضحه دیگه، همه ایکس ها خاصیت پی را دارند. میخوام نقیضش کنم، وجود دارد حداقل یه ایکسی که خاصیت پی را ندارد، نقیضش کرد. و برعکس بچه ها وجودی رو بخوای نقیض کنی، وجودی که نقیض بشه میشه عمومی، اون جلوش هم کلن نقیض میشه. معلومه وجود دارد ایکسی که خاصیت پی را دارد، نقیضش. همه ایکس ها رو چک کردم خاصیت پی رو نداشتم. ایشون میگه یه ایکسی هست که خاصیت پی رو داره، من میگم نه، هرچی ایکس بوده چک کردم هیچ کدوم خاصیت پی رو نداشتم. خب بچه این رو بخوام نقیض کنم، این میگه وجود داره هر اپسیلون با خودش چند تا نقیض داره. خب من بعد گزینه ها رو هم ببینم این نقیض ها رو تا کجا تو کرده. اول خود این رو میتونم یکم اصلاح کنم، یه نوعی هم چه غلطی بکنم، یه جایی باز کنم این غلط رو بکنم. سب کنید. خب بچه های نازنازی این عبارت رو میخوام نقیض کنم، بنویسمش یه بار. فقط دقت کنید که مثلا اینجا که نقیض داره، نقیض مال کل عبارت جلوی دیگه، مال اینه. اینجا که نقیض داره، این نقیضه مال کل عبارت. پس این نکتر دقت کنید که این نقیضه مال عبارت. حالا یارو خواسته اذیت کنه پرانتز نذاره. من یک کاری کنم. من اول این عبارت و نقیضایی که داره یکم اثر بدم. خب عبارت خوشگل‌تر بشه. بعد بیام نقیضی که ایشون گفته رو این اعمال کنم. خب هر اپسیلون این نقیض اینجا رو بکنم تو همه سطور رو عوض میشن. میشه هر دلتا بعضی ایکس ها. میبینید من همه سطور رو عوض میکنم. بعد این نقیضه میخوره تو این نقیضه و اون نقیضه رو خونسا میکنه. بقیه عبارت دست نخورده باقی میمونه. ایکس دو به علاوه وای دو الان چیه؟ مهم نیست. خب الان بچه من باید اینو نقیض کنم. خب این عبارت رو بخوام یه نقیض پشتش بذارم. گزینه یک دقیقا همینو نوشته. یعنی نقیض و اثر نداده. نقیض رو گذاشته پشت این. یک درسته. اما یه گزینه هر سه هم دارم. اگه نقیض و اثر بدم خب پس این نقیض رو بید اثر بدم.
یه ذره بکنم تو، یعنی تا این فقط تا اینجا بیاد تو این نقیض من، میشه اینجوری. بعد این نقیض رو بنویسم، خب این میشه. اگر گزینه دو رو نگاه کنید بچه ها، این داره، این نقیض رو نگه داشته، بقیه عبارت اینو داره، اینو داره، بعد این عبارت رو آمده همینو انگار از یه نقیض فاکتور گرفته نوشته. اگه من از این یه نقیض فاکتور بگیرم بنویسم، این میشه بعضی وای ها، اینم کلا نقیض میشه دیگه. نه نقیض اینم که جهت نامساوی برمیگرده و مساوی هم باید بذارم. x کوچکتر از y نقیضش میشه x بیشتر مساوی y. دقت کردی چی میگم؟ پس اینم درسته. یه نقیض اینجا انگار فاکتور گرفته. این نقیض رو شما تو بدی، شاید اینجا میگفتن بهتره. این نقیض رو تو بدی، این تیکش میشه هر y بعد میشه x2 به علاوه y2 کوچکتر از ایشون. که دقیقا همین عبارتیه که دارید میبینید. گزینه 3. گزینه 3 این نقیض رو قشنگ کرده تو. بیاید نقیض رو ببریم داخل. میشه بعضی اپسیلون، بعضی دلتا، هر ایکس، بعضی ایگرک. پس من این نقیض رو دارم میکنم تو. همه اینا نقیض میکنم. این عبارت هم نقیض بشه، ایکس دو به علاوه وای دو کوچکتر میشه بزرگتر مساوی اپسیلون به علاوه دلتا. که دقیقا تو گزینه 3 اینا آورده. پس جواب این سوال ساده گزینه 4، فقط اون نکته رو یادتون ببینید. برم سوال بعدی. خب بچه های نازنازی با همدیگه بریم بازی. سوال بعدی میگه کدام یک از جملات زیر در منطق مرتبه اول راسته، درسته، تاتولوژیه. اولی بچه ها میگه که آیا هر ایکس بعضی وای ها فلانی درسته؟ نتیجه میشه که بعضی وای ها هر ایکس فلانی درسته، و بقیه هم همچین حرفایی میزنن. مثلا دومی میگه که وجود داره ایکس و وایی که یه آیی درسته. آیا نتیجه میشه که یه ایکسی وجود داره که به جای اون ایکس همه وای ها رو قرار بدیم آ درسته، و بقیه هم به همین ترتیب. خب بعضی آشنا هستی تو گسسته دیدید، ولی من یه صحبتای قشنگی میکنم. خب باشه یکم واسه این که تو خوندن اینا مشاهداتی داشته باشید، بعد یه روش دیگه میگم اینو بگم. بچه فرض کنید که ایکس ها مثلا دامنه شون این مجموعه است، ایگرگ ها دامنه شون این مجموعه است. فرض کنید که این مجموعه که ایکس ها ازش انتخاب میشن 3 عضو داره، این مجموعه هم 2 عضو داره. مثلا فرض کنید که این مجموعه پسر هاست، این مجموعه دختر هاست، خدای نکرده. پس بچه آ و بی با دی دوستن، اجتماعی البته. سی هم با ای دوست. بعد فرض کنید که آی ایکس وای معنیش نه که ایکس با وای دوسته. حالا من گزینه یک رو نگاه کنید. گزینه میگه که شما هر ایکسی در نظر بگیرید از این دامنش، یه وای وجود داره که ایکس با وای دوسته. راست میگه، شما هر ایکسی در نظر بگیرید یه وای هست حداقل که ایکس با وای دوسته. یعنی واسه این مثال من این جمله تروه. این چی میگه؟ میگه یه وای وجود داره که همه ایکس ها باهاش دوستن. یعنی میگه یکی از این 3 نفر هست خیلی پرروه، همه باهاش دوستن. این غلطه. خب کسی نیست که همه باهاش دوست باشن. یعنی میخوام بگم بچه‌ها، من مثالی آوردم که واسه این مثال ترکیب شرطی من فرضش ترو شد، حکمش غلط. یعنی معلومه که این غلطه. پس این تو خوندنش اگر بتونیم خوب انجام بدیم خوبه. اینجا بچه ها مثلا دو ببینم روی این جواب میده. حتی لزومن روی مثال ممکنه که نشه فهمیدم، بعد چیزایی بهتر بگم که الان میگم. این بچه ها میگه که یه ایکس و وایی هستش که ایکس با وای دوسته. یه ایکس و وایی هستن که با هم دوستن. وجود داره ایکس و وایی که با هم دوستن. آره وجود داره. این میگه یه ایکسی وجود داره که همه وایا باهاش دوستن. نه، یه ایکسی که همه وایها باهاش دوست باشن نیست.
یعنی این تروه، این فالسه، واسه ترکیب شرطی میشه فالس. این بچه ها که نمعلومه چرت دیگه. این میگه وجود داره ایکس و وایی که با هم دوستن. این میگه همه ایکس و وایی با هم دوستن. آیا از وجود داره هر نتیجه میشه؟ نه. اگه عکسش بود نتیجه میشد. بچه در واقع عکس این درسته. یعنی هر ایکس، هر وای، آ ایکس وای. این نتیجه میشه بعضی ایکس ها، بعضی وای ها، هر ایکس وای. ولی عکسش نه. ولی این جمله درست. مثلا این بچه ها داره میگه که اگر یه ایکسی وجود داره که همه باهاش دوستن، اون وقت هر ایگرگی بگیرید، ببینید بچه ها داره میگه یه ایکسی اگه وجود داره که همه وایا باهاش دوستن، اگه هم چیزی وجود داره نکن. اگه وجود داره. چون این فرض غلط بشه که غمی نیست، که فرض یک ترکیب شرطی غلط بشه کلش درسته. من باید یه حالتی مثال بزنم که این فرض رو ترو کنه. ببینم آیا این فرض ترو میشه، حکمش هم ترو میشه. باشه، این داره میگه اگه یه ایکسی هست که وای ها همه باهاش دوستن، مثلا یه ایکسی هست که همه وای ها باهاش دوستن، اون وقت میگه شما هر وایی بگیری یه ایکسی پیدا میشه که ایکس با وای دوست داره دیگه. وقتی که یه بند خدایی هست که همه باهاش دوستن، خب شما هر وایی در نظر بگیری یه ایکسی پیدا میشه، کی؟ همون یارو. خب که با اون یارو، با اون ایگرگه دوسته، با اون وای دوسته. پس این بچه ها فکر کنم معلومه که اگر این تورو بشه حتما این تورو میشه، حتما تورو میشه و این تاتولوژیه، همیشه درست. ولی من بچه های روش های دیگه دارم، ممکنه بعضی ها خوشتون نیاد. اگه بحث مین ترم و ماکس ترم بلد باشید و بحث فرمای نرمال، من میتونم این قصه ها رو تبدیل کنم به بحث قصه های فرمای نرمال. من زیر دستیمو درست کنم. هر چند بچه ها سعی کنید مثال هایی بیارید و درست بخونید عبارت ها رو، خیلی جاها حل میشه مشکل. ولی من نظرم اینه، بیایید انشالله که خوب باشه، این البته دوتا هست کنم جواب بده. بیایید واسه x یه عالم در نظر بگیرید با کمترین اعضای ممکن، یه عضوی باشه. خوب ببینم، فکر کنم x رو یه عضوی بگیرم، عالمش رو y رو دو عضوی بگیرم، هر دو رو دو عضوی بگیرم زیاده، ولی فکر کنم یه عضوی دو عضوی چیزی بدی نباشه، فکر میکنم. حالا برم ببینم، چون واسه یه تک متغیره من این حرفا رو قشنگ میگم. حالا دو متغیرهش اونجا میخوایم با هم آزمایش کنیم ببینیم اگه جواب بده که لذت ببریم. بعد یه چیزی هم بچه‌ها بلدیم که وقتی که ما میگیم هر x پی x، بعد اگه عالممون، خب اگه عالممون باشه، عضوای عالممون باشه a1 a2 الی آخر، هر x پی x یعنی پی a1 و پی a2 و الاخر، یعنی به ازای هر ایکسی پی ایکس درسته. پس پی ایکس همه جا درسته، یعنی پی آ یک درسته، پی آ دو، پی اندم. وقتی که میگم بعضی ایکس ها پی ایکس با همین عالم، یعنی پی تو آ یک درسته یا تو آ دو درسته، یا چون وجود داره حداقل یه نفر دیگه. پس سور وجودی با اور قابل جایگزینی، سور عمومی با اند. حالا من نظرم اینه که اینا رو تبدیل کنیم به اور و اند، بعد به اور و اند که ببریم جبر بول بلد باشید یا فرمای نرمال مینتر ماکسدر، میفهمید که مینترماشو در بیاری میفهمید که همه ارزن یا نه. حالا مثلا گزینه یک سمت چپ، هر ایکس رو نگه دارم، بعضی وای ها آی ایکس وای، خب وای اینه، خب به جای وای میذارم یه بار تو اون عبارت بی میذارم، اور میکنم چون بعضیه، یه بار سی میذارم. بله، حالا بچه این بعضی ایکس ها، بعضی وای ها، آ ایکس وای، خب بعضی وای ها از این عالمه دیگه، وای عالمش اینه، به جای وای بی گذاشتم و سی گذاشتم، اور کردم. پس من دارم الان گزینه یک این سمت چپشو به حالت منطق گزاره‌ای میبرم، یعنی منطق مرتبه اولو میخوام ببرم به منطق گزاره‌ای، سورشو حذف کنم. خب حالا بچه ها هر ایکس، حتی فقط نمیدونم که واسه یه نفر خوبه یا نه، واسه این ایکس رو دو بگیرم حله، من اینو دو عضوی بگیرم مجموعه ایکس رو حله، ولی میخوام واسه یه عضو میشه کار کرد، یکی یا یه عضو بگیرم یکی دو عضو. خب بچه الان هر ایکس، خب ایکس فقط آ دیگه، اینجا آ بذارم، بجا ایکس فقط آ، میشه آ آبی اورش با آ آسی. حالا سمت راست رو بیاد کار انجام بدم.
سمت راست اول هر که فکر کنم با یه عضو کم جواب نمیده. هر ایکس که ایکس آی فقط که میشه آ آوای. بعد بعضیه که میشه آ آبی و بعد همین میشه که این همشون یکسان میشن. پس دو عضوی بگیرید. یه خورده زحمت داره ولی حداقل دو عضوی بگیرید. درک میکنید دارم چی میگم. چه خبر؟ انشالله که خسته نشده باشید. من ایکس رو میگیرم مجموعه آوبی، وای رو میگیرم مجموعه سیبدی. حالا گزینه یک سمت چپش، هر ایکس بعضی وای ها، خب میشه آ ایکس سی یا آ ایکس دی، به جای وای سی و دی گذاشتم. حالا هر ایکس، خب یه بار جای ایکس بعد آ بذارم، به جای یا هم من دلم میخواد به علاوه بذارم، خب کوچولوتر دیدش بهتره. پس من دارم هر رو میبرم تو انگار، هر ایکس عالم سخن اینه، جای ایکس آی کوچیک میذارم و چون هر ورم نقطه میذارم یا نمیذارم اصلا، جای ایکس یه بار بی میذارم، میشه آ بی سی به علاوه آ بی دی. خب بچه الان گزینه یک سمت چپش اینجوری شد. فقط این که این رو اسمای جدید بذارم بهتر. این اسمش رو W میذارم. اسم اینو X میذارم. Y, Z. پس این بچه ها میشه W اور X اندش با Y اور Z. یه فرم الان DNF شد. فرم DNF بعد میتونم مین ترما و ماکس ترما همش رو در بیارم. خب بعد پس این بچه ها انشالله که درس بلدید. این چون فرمش ضرب جمع هاست یا دی ان اف، میشه راحت از توش ماکس ترم در آورد. این مثلا ببینیم کجاها فالس یا صفر میشه. ترتیب متغیراش هم دبلیو ایکس وای زد فرض کنید. دبلیو صفر باشه، ایکس هم صفر، وای و زد مهم نیست. ماکس ترما رو با این علامت ضرب نشون میدم. ماکس ترمایی که میده صفر و یک و دو و سه. این به ترتیب WXYZ WX نداره، YZ هم 0. میخوام ببینم کی 0 میشه. ماکس ترماش میشه 0 که خوب نوشتم 4 8 و 12. این ماکس ترماش. مین ترماش چی میشه؟ مین ترماش میشه 5 و 6 و 7 و 9 و. میگم ویدئوی گسسته منو ببینید میفهمم دارم چی میگم. 10 و 11 و 13 و 14 و 15. حالا سمت راست ببینم چی میده. اگه سمت راست مین ترمایی که میده، ببینید مین ترم یعنی جایی که یارو یک میشود، یعنی الان این عبارته تو این خونه ها یک میشه. اگر حالا عبارت سمت راست همین مین ترما رو بده دایرن که یعنی هم ارزن، اگر هم ارزن یعنی که خب نتیجه هم میده دو طرف. اگر مین ترمایی که میده از این کمترم باشه خوبه، یعنی زیر مجموعی از این مین ترما رو بده، اون وقت معنیش اینه که هر جا که ایشون یک میشه اونم یک میشه. درست میگم؟ زیر مجموعی از این یا گنده تر از این بده. مثلا بچه اگر اون طرف فقط 5 و 6 رو بده، نه دیگه برعکس گفتم. سمت راست یعنی این عبارت اگر مین ترم هایی رو بده که زیر مجموعی از این مین ترم هاست، اون وقت معنیش اینه که این عبارت سمت چپ یه جایی ترو میشه. مثلا فرض کن سمت راست مینترم 7 رو نداره، سمت چپ مینترم 7 رو داره. پس معنیش اینه که ایشون تو مینترم 7 خب تروه، مینترم ترو کننده است، ولی ایشون چون مینترم 7 رو نداره فالس میشه. خب ترو آنگاه فالس میشه فالس. پس اون طرف مینترماش یا باید هم اندازه سمت چپ باشه که بگیم درسته، یا اینکه بیشتر باشه، یعنی سمت چپ باید زیر مجموعه باشه. اصلا ترکیب شرطی معادله با مجموعهش میشه زیر مجموعه. یعنی مین ترم های سمت چپ باید زیر مجموعه سمت راست باشن که بگم این درست است. خب بیا داره سمت راست رو بررسی کنم. خب سمت راست بچه ها میگه وجود دارد وای هر ایکس. خب اول هر ایکس رو عمل کنم، جای ایکس آ و بی میذارم، اینجا میذارم. خب این بعضی وای ها رو نگه دارم، جای ایکس بذارم، یه بار آ بعد اند کنم، چون که اندم نقطه میذارم، چون که هره واسه اینکه جا کمتر بگیری، یه بار بی میذارم.
حالا این بعضی رو عمل بدن. بعضی وای ها، خب وای رو سی و دی باید بذارم اور کنم. یه بار جای وای سی میذارم. اور، اور به علاوه میذارم. در ضمن چون ضرب اولویتش بیشتره پرانتز نمیذارم. خب یه بارم جای وای دی میذارم. آدی بیدی. خب اینه بچه ها، همون WXYZ رو در نظر بگیرید. شما که ویدیو رو دارید نه نیاز نیست. این بچه ها با WXYZ بنویسم. AAC اسمش بود W. ABC اسمش بود Y. AAD اسمش بود X. ABD اسمش بود Z. یه عبارت الان دارم بچه ها که یه عبارت SOP یا اصطلاحا CNF جمع ضرباس کانجانکتیو نورمال فرم. عذر میخوام، این DNF، چرا برعکس میگم، این DNF اون CNF بود، این CNF، این کانجانکتیو نورمال فرم، فرم نورمال عطفی، این دیسجانکتیو نورمال فرم، فرم نورمال فصلی، فرم DNF یا SOP هم میگن، سام آف برادارت. این راحت میشه مینترم از توش در آورد اگه بشناسید، که به ترتیب همین WXYZ مینترماشو مینویسم. W یک، چون میخوام یک بشه، این میخوام ببینم کی یک میشه. جایی که این یک میشه کل عبارت یک، یعنی ترو میشه. X نداره، Y یک، Z نداره. مینترمایی که میده، دو تا ضرب رو صفر بذاری شماره 10 رو میده، صفر یک بذاری شماره 11 رو میده، باینری دیگه، یک بذاری یک صفر بذاری شماره 14 رو میده و 15. بعد اینم بچه ها ایکس زد دبلیو نداره، ایکس یک، وای نداره، زدم یک. سالم باشه یک میدم، نقیض باشه صفر میدم. 5 رو میده، 7 رو میده، این ضرب رو یک بذارم، 13 رو میده و 15 رو که نوشتم. حالا اگه دقت کنید، مین ترمایی که ایشون داره 10 و 11 و 14 و 15 و 5 و 7 و 13 همش این تو هست، ولی عکسش نه. مثلا مین ترمایی که اینجا هست مثل 6 مثلا اینجا نیست. و چون معنیش اینه که این عبارت مستلزم ایشون نیست، یعنی این عبارت نتیجه نمیدهد ایشان را، یعنی این عبارت توی خونه 6 ترو میشه، ولی این عبارت چون 6 نداره تو خونه 6 فالس میشه. تو رانگا فالس هم که میشه فالس، ولی این عبارت نتیجه میدهد این را، چون که زیر این مین ترماش زیر مجموعه اینه، مین ترمای این زیر مجموعه مین ترمای این بنده خداست. یعنی هر جا که این عبارت تو رو میشه حتما این عبارت تو رو میشه. و این گزینه 4، گزینه 4 دقیقاً همین عکس این گزینه 1 دیگه، نه راست میگم، حالا عکس نیست دقیقاً ولی معادل عکسشه. میبینید، قبول دارید؟ منطق گزینه 4 دقیقاً عکس این منطقه. حالا فقط جای x و y عوض شده. پس گزینه 4 با همین روش میشه فهمید که راست میگه و درسته. بقیه رو خودتون چک کنید اگه از این روش بخواید با این روش کار کنید، که یکم طولانی هست ولی یادتون میده که قضیه چیه. خب برم سوال آخر که تو این ویدیو میخوام حل کنم. خب بچه‌ها، سوال بعدی میگه که چه تعداد از این فرمول‌های گزاره‌ای زیر قضیه‌ای از منطق گزاره‌ای نیستن، یعنی چند تاشون تاتولوژی نیستن. پس ببینم چند تاشون تاتولوژی نیستن. اولی، راه‌های مختلفی هست برای رسیدن به خدا. میشه بچه اینو من بیام جدول درستیشو بکشم ببینم آیا همه جا ترو میشه. اگه همه جا ترو شد تاتولوژیه، یه حالا یه آ بیشتر نداره. میتونم فکر کنم بهش دیگه، یه آ اصلا بیاد حالت بدم، آ یه آ داره دیگه، نه آ دو حالت داره، صفر و یک خوشبختانه. آ رو صفر بدیم، خب آ رو صفر بدیم این میشه یک، آنگاه صفر میشه صفر. پس آ رو صفر بدیم کلن این میشه صفر، و ترکیب شرطی که فرضش صفر درسته، پس به ازای آ مساوی صفر حله. آ رو یکم بدیم که حله، چون ترکیب شرطی که حکمش درسته تروه، پس این تاتولوژیه. میشه هزار یه کار دیگه هم کرد، مثلا نقیض آ، من نقیض رو بالا بذارم که اب نداره، نقیض آ آنگاه آ آنگاه آ.
این هم عرضه با نقیض آ آنگاه آ، خب تبدیل میشه به اور، میشه نقیض آ، نقیض نقیض آ که میشه خود آ، اورش با آ. بعد این هم همینطور، این نقی... این ترکیب شرطی اینجا میشه نقیض اولی اورش با آ. آ اور آ، خودتوانی میشه آ، بار روشه میشه بار آ یا نقیض آ که اورش با آ میشه تو. کارهای دیگه هم میشه کرد، مثلا میشه با استنتاج بگم که فرض کنم این تروه، ببینم این تروه یا نه. این اگه بخواد ترو باشه، فکر میکنم که آ باید یک باشه حتما، چون صفر باشه نمیشه. آ یک باشه این تروه، پس اینم که تروه. حالا این بچه ها میخوام ببینم تاتولوژی یا نه، میتونم اینجوری فکر کنم، میتونم بیام این عبارت رو باز کنم ببینم ترو میشه. مثلا یه بار باز کنم که یاد بگیریم. آ آنگاه، آنگاه رو میکنم نقیض اور، اورم میتونم به علاوه بذارم اگه دوست داری، علاوه من بیشتر دوست دارم. اینجا هم بچه ها این ترکیب شرطی رو نقیض آ میشه خود آ اور بی. بعد این شرکت پذیری داره اور که این دوتا کنار هم میشینن میشه یک اور بی، یک اور بی هم که یک، تو رو با هر چیز اور بشه یک. یا میتونم اینجوری بگم چون اینجا ترکیب شرطیه، بیام فکر کنم که این اگر آ اگر یک باشه چی میشه. صفر باشه که حله، چون ترکیب شرطی که فرضش صفر یا فالسه درسته. این اگر ترو باشه ببینم چه اتفاقی میفته، آیا این حکمش هم ترو میشه. خب اگر آ ترو باشه، اون وقت این آواره فالسه، پس این ترکیب شرطی ترو میشه. ترکیب شرطی که فرضش فالسه تروه، پس وقتی که این تروه اینم تروه، پس این تاتولوژیه. جیم، خب بچه ها جیم میتونم بیام فکر کنم که آیا این استنتاجه، یعنی آیا اگر این درست باشد، همه چی پاره شد. خب بچه بیام فکر کنم که اگر این عبارت درست باشد آیا این درست است، یا بهتر اگر این غلط باشد آیا این غلط است. نه، چون اگر این غلط باشد اون وقت اینم غلط باشد، معنیش اینه که کل این عبارت درست است. دقت کنید بچه، این عبارت خب حکم این ترکیب شرطیه. این عبارت اگر درست باشد که غمی نیست، درست باشد ترکیب شرطیم درسته. اگر این حکم غلط باشه، فالس باشه، اون وقت این ترو باشه، این دیگه میشه فالس، تاتولوژی نمیشه. ولی اگر این فالس باشه، اینم مطمئن بشم فالسه، میشه تاتولوژی. خب ببینم، خب بچه ها فرض کن این فالسه، بیا با هم زیر چیز کنیم، حرف بزنیم. دارم هی روش های مختلف میگم. این فالس باشه ترکیب شرطی، کی فالس این ترکیب شرطی؟ فقط یه حالت، وقتی که حکم ترکیب شرطی فالس باشه، فرضش ترو باشه. پس من اینجا فهمیدم بی فالسه، فهمیدم بی فالس. خب بی فالس باشه نقیض بی ترو میشه. حالا این بخواد ترو بشه، آ هم باید ترو بشه. خب آ هم تکلیفش معلوم شد، بیام سمت چپ. آ فهمیدم تروه. خب بچه آ ترو باشه این ترکیب شرطی کلن میشه ترو. خب تناقض شد دیگه، پس این تاتولوژی نیست، تاتولوژی نیست. اشتباه که نکردم نه؟ اینو فالس گرفتم، اینو فالس بگیرم، این فالسه، این تروه، این بخواد ترو باشه چون بی صفره، ناتش یکه، پس آ حتما یکه. خب این فالس گرفتم، حالا اگر یک باشه کل این میشه ترو، دیگه اصلا کاری به این نداره، کلش میشه ترو، اون وقت میشه ترو، آنگاه فالس میشه فالس، پس این تاتولوژی نیست. بعدی بچه ها، خب بیاد همین روش رو برم، این ترکیب شرطیه، ایشون اگه فالس باشه اون وقت این طرف، خب آ فالسه پس این تروه، اینم تاتولوژی نیست. بچه دو تا از اینا تاتولوژی نیستن. گزینه 3، فقط این که این کلیدش ظاهرن گزینه 2 زده که مشکل داره. خب بچه به هر حال گزینه کلیدش مورد داره که حتما تو کلید نهایی درست شده. خب که حالا به هر حال تست 105، دو تا از این چهارتا من قضیه نیست، یعنی تاتولوژی نیست، یعنی همیشه درست نیست.
خب یعنی جیم و دال که میشه گزینه 3 که میگم کلیدش حتما اصلاح شده. خب بچه ها 10 تا سوال بعدی رو انشالله ویدئوی بعدی حل میکنم، ولی دیگه فکر نمیکنم که به صورت رایگان توضیحش کنم. خسته نباشید، خدا نگهدار.